به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام علیکم. محضر یکایک شما عزیزان تقدیم درود و احترام داریم. بسیار خوشحال هستیم که امشب هم وقت کردید تا با برنامه خودتان به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی همراه شوید. بنده و همکارانم تلاش میکنیم تا با تهیه و تقدیم برنامه های هرچی مفیدتر به شما عزیزان انجام وظیفه کنیم. امشب هم در حضور شما عزیزان با حضور ارزشمند جناب استاد موسوی مبحث حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام پی خواهیم گرفت. سلام علیکم استاد، خوش آمدید. و علیکم السلام، محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام و احترام داریم در خدمت شما. بسیار لطف کردین استاد، امشب می توانیم مانند برنامه قبل در که توانستیم در گام ابتدایی مبحث حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام نکات بسیار جالب و زیبا و بجای در مورد مقام و حقوق مادر از نگاه ارزشمند حضرت امام زین العابدین علیه السلام بشنویم، جرعه ای از معارف ایشان بچشیم که انشاءالله هم در زندگی هامون استفاده کرده باشیم و عزیزان مشتاق هستن تا امشب ادامه بحث انشاءالله پی بگیریم. امشب ظاهرا میخواییم در مورد حقوق پدر، این تاج سر، این رکن اساسی، یکی از ارکان اساسی خانواده صحبت کنیم و شاید سوالی که در همین ابتدا بد نباشه که از محضر شما داشته باشیم این هست که چه عواملی باعث میشه تا ما انگیزه بیشتری پیدا کنیم تا حقوق پدر بشناسیم و بیشتر رعایت کنیم و دستانش با معرفت بیشتر بوسه بزنیم. احسن، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. نکته بسیار زیبا و قشنگ را اشاره کردین که آقا حق پدر به گردن همه ما ثابته و مسلمه، در این کس شکی ندارد که والدین انسان مخصوصا پدر حق بزرگ به گردن انسان دارد، همونطوری که مادر اونچنانی که در جلسه قبل عرض کردیم حق بزرگ به گردن انسان دارد. حالا ما چیکار بکنیم که از عهده ادای این حق بر بیاییم؟ ما در جلسه قبل عرض کرده بودیم که بهترین راه این است که در این زمینه ما به امام معصوم مراجعه کنیم، چرا که اگر ما به بیانات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن کریم مراجعه نکنیم ممکنه دچار افراط و تفرید بشیم. اولا شاید اصلا ما توجه پیدا نکنیم به اینکه حقی مثلا فلان شخص به گردن ما دارد یا ندارد. به عبارت دیگر رعایت حقوق متقابل یا ادای وظیفه که ما نسبت به پدر داریم از اون جهت که حق به گردن ما دارد متوقف بر این است که ما حق پدر رو بشناسیم. ادای یک حق، رعایت یک حق بعد از شناختن حق. بهترین چیزی که برای ما ایجاد انگیزه می کند این است که ما اول با مطالعه متون دینی علم پیدا کنیم، معرفت پیدا بکنیم به جایگاه حقوق پدر و مادر و اعضای خانواده. بسیاری از مشکلاتی که الان ما متاسفانه میبینیم در جامعه ما وجود دارد از همینجا نشأت میگیره که آگاهی نداریم نسبت به جایگاه حقوق همدیگر، حقوق پدر و مادر، حقوق زوجین و همسر نسبت به یکدیگر، حقوق نسبت به حقوق فرزندانمون. حتی ما اطلاع و آگاهی نداریم، خیال میکنیم که رابطه حقوقی به صورت یک سویه است، یعنی فقط پدر و مادر است که حق دارد و فرزندان حقی ندارد، یا شاید فکر میکنیم که فقط شوهر است و مرد خانواده است که حقی دارد به گردن زن و همسرش و از او بر حقی وجود نداره. لذا همین مسئله سبب میشود که کلن یک زندگی را تجربه بکنیم که در اون زندگی حقوق متقابل رعایت نمیشه. شاید ریشه بیشتر مشکلاتی که این روزها در خانواده ها وجود دارد قطعاً همینه، عدم معرفت ما به این حقوق باشه. احسن، دقیقاً. امام سجاد علیه السلام هم به جای این که حق اعضای خانواده رو بیان بکند فلسفه حقوق اعضای خانواده رو بیان میکند، یعنی چرایی حقوق اعضای خانواده. خیلی مهمه این،
اینو شاید خیلی ها بهش توجه نکنه، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو هم بخونه ولی به این نکته توجه نکنه. الان ببینید در رابطه با پدر امام سجاد علیه السلام دو تا نکته بسیار محوری و اساسی رو مطرح میکنه. یکی این که اول میاد جایگاه حق پدر رو برای ما تشریح میکنه تا ما شناخت و معرفت پیدا کنیم. میفرماید که و اما حق ابیک فتعلم انه اصلک و انک فرعه و لولاه لم تکن. حق پدرت اینه که بدانی که پدر اصل توست و تو فرعی از اون اصل هستی، به گونه‌ای که اگر اون نبود تو نبودی. تشبیه میکند به یک درختی که تنه اصلی اون درخت نقش پدر رو مثلا دارد، یعنی پدر ما به منزله تنه اصلی این درخته و انسان و افراد به منزله اولاد، به منزله شاخ و برگ این درخته. خب اگر این درخت تنه اصلی درخت نباشد، شاخ و برگ چگونه به حیاتش ادامه بده؟ به هیچ وجه. امام سجاد علیه السلام میفرماید به این نکته توجه کن که اصل حیات و زندگی تو در این دنیا مدیون پدر هست. ولو الله لم تکن، اگر پدر نبود اصلا تو وجود نداشتی. ما به این توجه نداریم خیلی وقتا. استاد حتی گاهی اوقات من فکر میکنم اگر انصاف به خرج بدیم در مورد خودمان، احساس میکنیم ما اصل کاری هستیم. قطعا پدر و مادرهای ما فرع ما کرده، فرع ما هستن. درست و در کنار ما زندگی میکنن. خیال ما همین میشه، یعنی بعد از مدتی شاید اینجور وارونه فکر کنیم، برعکس فکر کنیم. امام سجاد علیه السلام میگه که آقا تو نسبت به پدر توقعات زیادی داری. مثلا میگی برای من پولی نداده، خانه ای نداده، ماشینی نداده، امکاناتی فراهم نکرده. میگه اگر هیچ چیزی نداده باشه برای شما، لااقلش اینو که قبول داره که لولاه لم تکن، اگر پدرت نبود اصلا نبودی، در اصل وجودت تو مدیون پدرت هستی. حالا نگاه کنید دقیقا به مناشی حقوق پدر اشاره میکنه، یعنی منشه این که پدر رو ما میگیم حق اونچنانی دارد چیه؟ اینه که ما فرع اون پدر هستیم و از او به دنیا آمدیم، تحقق پیدا کردیم. بعد میفرماید که فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فعلم ان اباک اصل النعمت علیک فی. چقدر این جمله زیباست. میفرماید تو دقت کن، هر نوع پیشرفت و فضائل و کمالات و امکانات و یا خصوصیات شگرف و عرض کنم قابل ملاحظه و توجهی در زندگی خودت داری، بدان که همه اینها اصل و اساسش از ناحیه پدره. در این تعبیر امام سجاد علیه السلام اگر عزیزان دقت بکند، حضرت می‌فرماید فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فاعلم ان اباک اصل النعمت علیک فی. اصل نعمت در تمام جریانات زندگی تو پدرت هست. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها اینجوری ترجمه کردن که هرچه نعمت های فراوان دوروبر خودت میبینی، همه اینها از ناحیه پدر به تو رسیده. ولی ظاهرا امام سجاد علیه السلام اینو نمیفرماید، بلکه میفرماید که هرچه نعمت دوروبر خودت داری، بدان اساس تمام این نعمت ها همون دعای خیر پدر است و پدر توست. اصل النعمت علیک فی کی ان اباک اصل النعمت علیک فیه. یعنی شما اصلا فرض کنید ممکنه ماشین نداشته باشی، خانه نداشته باشی، پول نداشته باشی، امکانات نداشته باشی، هر نعمت معنوی و رزق معنوی هم که داری ولو پدرت بید نداده، اون رزق معنوی و اون نعمت ها به خاطر پدر و احترام به پدر و مادر به تو رسیده. بله. در همین زمینه یک جریانی رو نقل میکنه خیلی زیبا و قشنگه در مورد یکی از مراجع تقلید، حضرت آیت الله العظما مرشی نجفی. رئیس دفتر ایشون میگه که یک روز من رفتم خدمت ایشون، رسیدم گفتم آقا امکانش هست من امروز دفتر رو یک ساعت زودتر تعطیل کنم؟ گفت با این همه کاری که الان داریم، با این همه شلوغی که الان هست، چرا میخوای یک ساعت زودتر تعطیل کنی؟
خب قرار ما این نیست و شما هم هیچ وقت این کار رو نکردی. میگه عرض کردم که امشب پدرم قرار بیاد به خانه ما بله. و چون این منطقه ما رو بلد نیست من باید دنبالش برم. بله. تا این حرف رو گفتم میگه دیدم عشق در چشمان حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفی حلقه زد. بعد فرمود آقا خوشا به حالت که پدر داری. بسیار عالی. بله برو تعطیل کن. بله. برای چی؟ برای این که به خدمت پدر نائل بشی. بسیار تشکر استاد. بله. اگر اجازه بدین ادامه بحث زیبا رو در بخش بعد. انشاءالله در خدمت. در خدمت شما هستم. با ما باشید عزیزان. همچنان به بررسی حقوق پدر از منظر امام سجاد علیه السلام خواهیم پرداخت. در مقابل پدر آن روز بنده باش، نزدش ستاده همچون نهال خمیده باش، در راه او دل ز جهانی بریده باش و از این عمل رضایت او خریده باش. تقدیم کردیم این دو بیت شعر و این حدیث زیبا که از آن ما در اتاق فرمان تقدیم شما عزیزان کردن. به ساحت مقدس و پربرکت همه پدران ما، جانهایی که سایهشان بر سر ما هست، جانهایی که سایهشان از کمی دورتر، همچنان مایه لطف و مایه برکت زندگی ما هست، در خدمت شما هستیم. پل ارتباطی برنامه را فراموش نفرمایید. نمبر مثبت 964 780-255-4013 در اختیار شما عزیزان هست. حتما از این پل ارتباطی استفاده کنید و پیام های بسیار ارزشمند خودتان با ما به اشتراک بگذارید. جناب استاد عزیز در خدمت شما هستیم. داستان بسیار زیبا فرمودید. بله. ظاهرا ناتمام ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. بله عرض میکردیم که در این قسمت عبارت رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میفرماید هر آنچه از نعمت های عجیب و غریب و عرض کنم که خیلی مهم دارو برید میبینی، بدان که اساس و اصل نعمت در بین اینها پدر توست. در این جمله عرض کردیم که بعضی ها گفتن یعنی تمام نعمت ها از ناحیه پدر به تو رسیده. ما در ترجمه عرض کردیم که دقیق تر اگر ما به این عبارت نگاه کنیم اینه که اصلا اگر هیچ نعمتی هم از نعمت های مادی نداشته باشی که بگه از ناحیه پدر به تو رسیده، خود وجود پدر باعث این نعمت هاست، باعث رزق و روزی مادی و معنوی و پیشرفت دنیا و آخرت توست. بعد جریانی رو نقل کردیم از حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفی که خب ایشون بعد به اون رئیس دفترش میگه که آقا خوشا به حالت که شما پدرتون در قید حیات هست و برای او خدمت میکنید. میگه که حالا من یک جریانی از پدر خودم برای شما نقل کنم. برای رئیس دفترش میگه، میگه که ما در نجف بودیم، یک روزی پدرم در حال مطالعه بود در اتاق مطالعهش، مادرم به من گفت که برو پدرت رو صدا بزن برای نهار. میگه من رفتم صداش بزنم، دیدم که همونطوری که داشت مطالعه میکرده خوابش برده. اینجا میگه خب امر مادر بود، باید اطاعت میکردیم دیگه. پدر رو خواستیم بیدار کنیم، احساس کردیم که این یک نوع بیادبی و اساءه ادب حساب نشه. چی بگیم؟ ماندیم اینجا که صدا بزنیم مثلا وقتی اساءه ادب حساب نشه. از یک طرف امر مادر. بله از یک طرف هم این جریان. ببینید عزیزان اینا اینقدر رعایت میکردن، بزرگان ما، علمای ما، نوجوانان عزیز، جوانان عزیز، اینا حتی در این حد نمیخواستن، احتمال این رو میداد که این بیادبی حساب بشود پدرش رو از خواب الان مونده و چجوری بیدار کن. میگه در ذهنم خطور کرد که خم شوم
و کف پای پدرم رو ببوسم. عجب. بله، اگر با این روش بیدار شود قطعا این بیادبی نیست، بلکه یک نوع احترام گذاشتنه، یک نوع ادای احترام است در مقابل پدر. خم شد و میگه همینجوری که داشتم کف پای پدرم رو مرتب و مکرر میبوسیدم، میگه دیدم که چشم باز کرد و بیدار شد. ایشون هم، یعنی پدر آیت الله مرشی نجفی، هم یکی از بزرگان و علماست. الان بزرگترین کتابخانه که از تراث شیعه محسوب می شود در شهر قم، کتاب های خطی و دست نوشته هایی که از قدیم برای ما باقی مانده در کتابخانه ملی مرحوم حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی نگهداری میشه. اگر عزیزان به شهر قم سفر کردن، یک بازدیدی هم از این کتابخانه داشته باشه، خالی از لطف نیست، خیلی قشنگه. کاری ندارم که این بزرگوار با روزه استجاری و نماز استجاری گرفتن و خواندن آمد این کتابخانه رو، این کتابها رو خرید، از جاهای مختلف، از شهرهای مختلف خریداری کرد و این مجموعه رو ایجاد کرد. به هر حال ایشون میگه که اونجا پدرم وقتی بیدار شد، من رو دید که در این حالتی از تواضع و احترام دارم به کف پای پدرم بوسه میزنم، میگه دست به دعا بلند کرد و عرض کرد بار الله، خدایا این جوان را خادم علوم اهل بیت قرار بده، این فرزندم رو. بعد فرمود که آقا جان برو به پدرت برس، دفتر ما رو تعطیل کنیم، روز اشکال نداره، چرا که هر چی ما از خیرات و برکات داریم به خاطر احترام به والدین است، رسیدگی به پدر و مادره. این یک بخش از کلام نورانی امام سجاد علیه السلام که جایگاه حقوق پدر رو تشریح فرموده. بله. نکته دومی که امام سجاد علیه السلام باز در ذیل همین بحث ادامه میدن و میفرمایند اینه که قدردانی از پدر را برای ما پررنگ میکنه و دستور میده که ما قدردانی از پدر و مادر باشیم. در این قسمت فقط از پدر داره حضرت حقوق پدر رو بیان میکنه. بعد میفرماید برای قدردانی از این نعمت بزرگ که خدا برای تو قرار داده که اصل و اساس توست و تمام نعمتهایی که داری به خاطر لطف دعای پدر هست، حالا قدر این پدر رو بدان و به پاس این نعمت بزرگ و احمد الله و اشکرو، حمد و سپاس خدا رو به جای بیاور، شکر خدا رو به جای بیاور. بعد علا قدر ذالک، به اندازه این نعمت. ببینید عزیزان اینا کلمات امام سجاد علیه السلامه، شکر خدا رو به جا بیاور، حمد و ستایش و سپاس از خدا داشته باش به اندازه این نعمت. بعد میفرماید ولا قوت الا بالله، هیچ کسی چون این قدرتی ندارد مگر به قدرتی که خدا به او بده. بله. میخوام این عرض کنم این جملات اصلا بیانش چیزی دیگریه. میفرماید آقا حمد و شکر خدا رو بکن به اندازه این نعمت. خب این چجوری ادای حق پدر میشه؟ داره در مقام بیان حقوق پدر هست. بله. بعد میفرماید آقا شکر خدا رو بکن و حمد کن خدا رو به اندازه این نعمت. ما اگر باشیم بدون این که تفکری داشته باشیم و اندیشه در این عبارات کرده باشیم، مثلا ربط اینا رو متوجه نمیشیم. ولی اگر دقت کنیم که شکر هر نعمتی به این است که ما از اون نعمتی که خدا برای ما قرار داده است در همون راهی که خدا خواسته است بهترین استفاده ها رو ببریم، اون وقت متوجه میشیم که چرا امام سجاد علیه السلام میفرماید در مقام قدردانی از پدر برو سراغ شکر خدا، شاکر باش. شکر یعنی چی؟ یعنی این نعمت بزرگی که الان در اختیار داری را مواظب باش که ضایع نشه. نمیگه آقا تو شکر این نعمت هایی که در اختیارت قرار دادم رو به جای نیاوردی. طرف میگه آقا ما هزار بار گفتیم الحمدلله شکر لله، میگه نه قبول نیست اینا، در مقام عمل باید شاکر باشی. یعنی این دستگلی که الان در اختیار ما هست که پدر و مادر باشد، اونچنان باید عزت و احترام بکنیم، اونچنان باید خدمت بکنیم که از ناحیه خدمت به پدر و مادر خودمون رو بهشتی بکنیم. روایت می‌فرماید که اگر کسی پدر و مادر خودش رو درک بکند و بهشتی نشود، اون یک آدم شقی و بدبختیه. ببینید بعد در ادامه این، خب ما توجه داریم که قدردانی از پدر هم زبانن انجام میشه و هم علاوه بر این که زبانن از طریق لسان و زبان ما قدردانی میکنیم، در مقام عمل هم باید قدردانی کنیم.
حالا قدردانی زبانی خوب همینه که هر وقت انسان میبینه به هر حال اون تعارفاتی که مرسوم اونا رو داشته باشه، بله، سر راش بلند شه، احترام بکنه، دستش ببوسه، اینا رو همه ما داریم الحمدلله. قدردانی عملی چیه؟ یک مقدار بیشتر میشه اینو مستاقا بحث کنیم. بله حتما. اگه فرصت هست که توضیح بدیم. در یک حدیثی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و السنا مصادق قدردانی یا رعایت حق پدر رو تبیین کرده. بله. خیلی زیباست. میفرماید که آقا جان این مواردی رو که میگم متن کلام امام رضا علیه السلام، میفرماید اگر میخوای حق پدر رو ادا بکنی این موارد رو در نظر داشته باشی. یک، علیه که به طاعت الاب، سراپا اطاعت باش در برابر پدر، الا مگر اونجاهایی که امر به گناه بکنند اونجاها اطاعت نداره. و برهی، نیکی به والدین. علل اطلاق ما در قرآن کریم داریم بعضی از مفسرین فرمودن در 11 جای قرآن خداوند متعال فرموده که و بالوالدین احسانو، حالا 11 باشد یا کمتر کاری نداریم، ولی این جریان رو خداوند متعال در قرآن آورده. یعنی وقتی قرآن و آیه برای یک امر نازل میشه پس باید بدونیم خیلی مهمه. خیلی. احسانم که در اینجا میگه مطلق تمام خدمتهای که از دست انسان برمیاد رو شامل میشه، حتی اون خدمتهایی که پدر و مادر اصلا توقعش نداره، انتظارش رو نداره، حتی ممکنه دستورش رو نداده، نه دستورش رو نداده، درخواستش رو نداده، این خدمت ها رو هم احسان به والدین شامل میشه، چه خدمت های مادی باشد چه خدمت های معنوی باشه. از جمله خدمت های معنوی رسیدگی به مسائل عاطفی پدر و مادره. حالا پدر مثلا احساس تنهایی میکنه، خب طرف موتر داره، ماشین داره، خب میره دم در مثلا صدا میزنه که بابا بیا بریم بیرون یک دور بزنیم، یا مادر بیا بریم تا خانه خاله مثلا که خواهرت، یک مقدار حال هوات عوض میشه. قبل از اینکه تقاضا کنه، قبل از اینکه تقاضا کنه دیگه، اگر تقاضا بکنه که احسان نیست. بله. یعنی کلمه اعطا با احسان فرقش در همینه که اعطا عبارت است از انجام کاری بعد از درخواست، اما احسان یعنی قبل از اینکه اصلا درخواست بکند اینو خدا از ما خواسته. این دو. بعد فرمود که و تواضع، نگو دیگه حالا چون ما همه ما اهل یک خانواده ایم. بله. معنی نداره دیگه. تواضع یعنی دو سر دو زانو باید بشینی. بله. پات دراز نکنی، روی حرفش حرف نزنی، صدات بلند نکنی. مثل این که فرض کنید یک حاکم قدرتمند الان اگر بیاد و شما در خدمت او باشی چجوری برخورد میکنی؟ بله. اینجوری باید تصور کنی. یک دقیقه چشم. الان بعد بفرمید بل خضوع والاعظام والاکرام له، خضوع داشته باشی، اعظام یعنی او رو بزرگ بشماری، ول اکرام له گرامی بیداری او رو پیوسته، و خوف و خف و خفض صوت به حضرته، در جایی که پدرت هست صدای خودت رو پایین بیار. بله. به احترام رعایت جوانی، به احترام پدر و مادر. بسیار عالی. بهانه و فرصت درجه‌ای که بود تا بر سر سفره فرمایشات حضرت امام علی بن موسی رضی الله علیه و سلام نشستیم، و انشالله که همه ما بتوانیم با توجه به این سخنان دوربال و گرانقدر حضرات ذره مقام پدر ما مادر ما انشالله پاس بداریم. همچنان با ما باشید و وقت بیداری را از رسانه جهانی هادی مشاهده میکنید. خواهر، خواهی اگر سعادت دنیا و آخرت، در پاس احترام پدر کوش و مادرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیز و پرتلاشمون. امشب چه احادیث بسیار زیبای را عزیزان انتخاب میکنن در میان برنامه تقدیم شما عزیزان میکنن که بسیار هم مناسب است با موضوع برنامه امشب. انشالله که همه پدر و مادرها چه آنهایی که هستند و در کنارشان از آنها بالاخره در سایه آنها زندگی میکنیم و چه آنهایی که بالاخره آسمانی شدند همه آنها استفاده کنند و فیض ببرند از برنامه امشب. تقدیمشان کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد و انشاءالله ادامه برنامه را تقدیم شما عزیزان میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکردیم که در این حدیث شریف حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام دستورات دادن نسبت به رعایت حقوق پدر. بعد یکی از اون دستورات این بود که خفض صوت داشته باشید، یعنی بلند بلند در محضر پدر صحبت نکنید. این خیلی مهمه، خیلی مهمه استاد. خیلی از جوامع متاسفانه در نوع سخن گفتن توجه ندارن. در همون زمان جاهلیت هم بعضی ها بودن که با صدای بلند حرف میزد. در قرآن کریم خداوند متعال نهی کرد از این کار، فرمود که ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. یعنی چی که داد میزنی و داد و سر صدا حرف میزنی؟ صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. از اینجا اهمیت این جمله معلوم میشه. همون گونه که در مورد پیغمبر این تعبیر هست که وقتی در کنار و در حضور پیغمبر هستید آهسته سخن بگویید، با صدای بلند داد و فریاد نکنید. در مورد پدر هم میفرماید و خفض الصوت به حضرته، در نزد پدرت صدایت بیار پایین. فان الاب اصل الابن، همون تعبیری که در رساله حقوق بود اینجا هم هست. پدر اساس و اصل فرزنده و الابن فرعه، ابن و فرزند فرع پدر هست. این روایت اینقدر زیباست وقت انسان میخونه واقعا میمونه که کدوم یکی رو زودتر بیان کند. من زیاد نمیشتم ولی خب گزینش میکنم اونایی که به درد میخوره، یعنی بعد قیدی هم نداره. بعد فرمود تابعوهم فی الدنیا احسن المتابعه، فرزندان باید توجه بکند که متابعت عملی داشته باشد از پدران. یعنی چه متابعت عملی؟ زیباترین متابعت، قشنگترین پیروی از پدر و مادر رو داشته باشه. پیروی و متابعت یعنی اگر اونا خواسته ای دارن سری خواستش برآورده کنه، اگر حرفی دارن، اگر دستوری دارن، اگر جایی میخوای برن، اگر چیزی میخوان سریع اینا رو براشون فراهم کنه. فرقی هم نگذاشته بین این که پدر و مادر آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه. بعد یکی از چیزایی که الان در جامعه وجود داره اینه که به بهانه های واهی از زیر بار خدمت به پدر و مادر میخوان در برن. بله. مثلا میگن پدر ما در تقسیم ارث عدالت رو رعایت نکرده، حقوق بقیه فرزندان رو زیاد داده برای ما کم داده، پس این حقی نداره به گردن ما، در حالی که اینچنین نیست. یا اصلا پدرم میگه خدای نکرده لایاز بله آدم فاسق بود، یا مثلا اصلا مذهب حق رو اسلام رو قبول نداشت. اینا نیست. میفرماید که حق پدر و مادر مطلقه. امام باقر علیه السلام فرمود که سه موضوع هست که انسان در اون سه موضوع اصلا آزادی نداره. یک، اونجایی که امانتی آدم از کسی گرفته، این امانت رو باید به صاحبش رد کند، برگردوند. چه صاحب او برن کنه او فاجر، چه آدم خوب باشه چه آدم فاسق و فاجر باشه. دو، در وفای به عهد. کسی آزادی نداره. پیامبر اسلام با یک کسی وعده گذاشت، گفت آقا من اینجا هستم منتظر شما، شما برید فلان کار انجام بدید، من منتظرتون وامیستم با هم بریم. کنار یک صخره با هم قرار گذاشته بود. اصحاب پیغمبر عرض کرد یا رسول الله بیاین زیر سایه بشینید، چرا اونجا وایستدین؟ حضرت فرمود که من اینجا با ایشون قرار دارم، اگر بیام اونجا شاید وقتی از دور نگاه میکنه من نبینه و بعد نیاد، بعد برنامه به هم بخوره، طرف از من چی از من مثلا توقع داره که همون جایی که قرار گذاشتم باشم، نه که عوض بکنم. بعد سوم فرمود در رابطه با پدر و مادر، کسی آزادی نداره که بگه حالا من دلم اگر خواست احترام و اکرام میکنم و خدمت میکنم، اگر نخواست نه، این کار رو نمیکنم. اینجوری نیست. جابر جعفی نقل میکند از امام صادق علیه السلام، میگه ما در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، یک مردی آمد و
یک سوالی پرسید، عرضه داشت یا ابن رسول الله پدر من از نواسبه، نواسب و ناسبی العیاذ بالله به کسی گفته می شود که العیاذ بالله نستجیر بالله به اهل بیت اسمت و طهارت ناسزا بگوید، بله، اهانت و توهین بکند. به این میگن ناسبی. مسلمان میدونن خودشون رو ولی ناسزا میگه به امیرالمومنین، به زهرای مرضیه، به اهل بیت اسمت. اینا از نظر ما کافرن، بدنشون نجسه و ذبایحشون حرامه، ناسبیه دیگه و مثل کافرن، کافر حربی. بعد حالا در مورد این پدر و مادر، در مورد این پدر من چیکار کنم؟ این ناسبیه، یک آدم متعصبی است که به امیرالمومنین جسارت میکنه، به شما جسارت میکنه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود که به خالصترین و مخلصترین شیعیان چگونه رفتار داری؟ چی کارهایی براش انجام میدی؟ یعنی اگه یک نفر مثل سلمان فارسی باشه چه رفتاری در مقابل او داری؟ گفت معلومه تمام محبتم رو بذل میکنم، با صفا و صمیمیت با او رفتار میکنم و در صدد این هستم که تمام مشکلاتش رو رفع کنم اگر از دستم بر بیاد. امام صادق علیه السلام فرمود که دقیقاً همین طور باش با پدرت. عرض کرد بابا این ناسبیه، ناسبی از کافرم بدتره، چون نه مسلمان نه کافر. بله. امام صادق علیه السلام فرمود و این کان ناسبیه، اگر چی که ناسبی باشه نسبت به او تو حق نداری بد رفتاری کنی. بله اگر دستوری به تو میده که مثلا تو جسارت کن به خدا و به رسول و به اهل بیت پیغمبر، تو اطاعت نکن در این زمینه، اما در مورد این که با او رفتار معروف و رفتار قشنگ و خداپسندانه و انسان دوستانه ای داشته باشی، اینو نباید ترک کنی. اینم یک حدیث که خیلی تکان دهنده است. بله. وقت داریم که ادامه بحث رو بچه‌ها هست بفهمید. خدمتتون عرض کنم امام باقر علیه السلام، حالا برای اینکه با اون حدیثی که در میان برنامه هم پخش شد یک تناسب ایجاد بکنیم، حضرت امام باقر علیه السلام فرمود این حق پدر و مادر از یک نگاه دیگر هم مطلقه و اون این است که مخصوص زمان حیات و زندگیشون در این دنیا نیست، بلکه حتی از این دنیا هم اگر برود بازم باید ما رعایت کنیم. بله. امام باقر علیه السلام میفرماید که ممکن است یک کسی در این دنیا تا زمانی که پدر و مادرش زنده بوده برای اونها خدمات زیادی انجام داده، ولی بعد از فوت پدر و مادر عاق والدین شود. در یک قالب مثال خیلی زیبا امام باقر علیه السلام اینجوری میفرماید، شما تصور کنید، میگه یک کسی برای پدرش تمام خدمت‌ها رو در زمان زندگیش انجام داده. بله. 4 دقیقه وقت بس. بله. در زمان حیات پدر انواع و اقسام خدمات رو برای او انجام داده. وقتی پدر از دنیا می‌رود، وصیت‌نامه پدر رو میارن باز می‌کنن، می‌بینن همون اول وصیت‌نامه پدر نوشته که من مبلغ مثلا فرض کنید که فلان مبلغ پول به فلانی‌ها بدهکارم. فرزند عزیزم بعد از رفتن من این پول رو باید پرداخت کنی. تا اینو میبیند رنگ چهرهش تغییر میکنه. داریم دیگه بعضی از افراد مال دوست و دنیا پرست، میگه یعنی چی؟ خب تا زمانی که زنده بوده خدمتت کردم، حالا وصیت نامتم باز کردم، میبینیم که ما رو تا گردن زیر قرض بردی. امام باقر علیه السلام میفرماید از همون لحظه خطاب میشود که بنویسید این فرد رو از جمله افرادی که عاق والدین. ای بابا تا زمانی که زنده بود خدمت کرده، میگه فایده نداره. با همین ذهنیت وقتی این جملات رو به زبان میاره و تصمیم دارد که اون دین رو ادا نکند، با عنوان عاق والدین نوشته میشه. از اون طرف هم ممکنه یک کسی در زندگی پدر و مادر خدمت کمتری انجام داده، بعض جاها کوتاهیایی بوده، ولی بعد از اونی که از دنیا میره یک مرتبه متنبه میشه بابا من چی چیزی را از دست دادم، شروع میکند به خدمت کردن به پدر و مادر، به این که نمازهای قضایی رو میخونه، روزهای قضایش رو میخونه، میگیره و دینش رو ادا میکنه. بینندگان عزیز اینا رو حواس ما باشه، نماز و روزه واجب میت رو که از او قضا شده ما خبر داریم، به گردن وصیه، به گردن او فرزند بزرگتر، نماز مخصوصا نماز پدر باید بره ادا بکنه و از لحاظ اخلاقی بر همه ورثه لازمه. خب وقتی داری الان مسجد رفتی، وقت هست 10 دقیقه به اذان مونده، خب بخونی یک شبانه روز نماز برای پدری، برای مادری. ما هرچی داریم از دعای پدر و مادر داریم. مادر ما، پدر ما از دنیا رفته، دستش از انجام خیر در این دنیا کوتاهه، ولی میتواند برای ما دعا کند، از خدا بخواهد که خداوند مشکلات ما رو رفع کنه. همونطوری که دیدید دعای پدر در حق اولاد و فرزند مثل دعای پیغمبره،
نسبت به امت، یعنی مستجاب است برات خور نداره. بله استاد، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم و بخواییم جملات پایینی شما رو بشنویم انشالله. بله بزرگوار، این یک نکته بود که خدمت شما بزرگوار عرض کردیم. در نکته بعدی امام علیه السلام میاد به صورت مصداقی مصادیق رعایت حقوق پدر رو مطرح میکنه. از بله. امام کاظم علیه السلام هم شبیه همین بیانی که الان از حضرت رضا عرض کردیم آمده. از امام کاظم علیه السلام سوال شد که حق پدر بر فرزند چیه؟ امام کاظم علیه السلام فرمود که ان لا تسمیه باسمه، جسارت نکند فرزند اسم پدر رو به زبان بیاره. یعنی چی؟ یعنی اگر یک وقت معلمی یا کسی سوال کرده اسم بابا چیه، نباید بگه چرا؟ پدر رو به اسمش صدا نزند. بله. نگه آی فلانی اسم پدر چه؟ الان این مرسوم شده متاسفانه. بچهای کوچیک، بچه‌ها، دخترها اسم مادرشون اسمش میگیره. فلانی خانم مثلا زهرا خانم، فاطمه خانم، بابا این مادرت مگر نیست؟ میگه چرا، خب اسمشه دیگه. او اسمشه، اسمش این دلیل نمیشه که ما هم اسم پدر رو صدا بزنیم، با اسم صدا بزنیم. باید با افتخار بگیم پدر، مادر مثلا. بله. دو فرمود ولا تمشی بین یدی. بله. جلوی پدر و مادر راه نرود. یک استاد اخلاق داشتیم گاهی وقت شوخی میکرد، میگفت نگاه کنید شما اسب رو وقتی میبینید همیشه کره اسب دنبال اسب حرکت میکنه. بله بله. ولی اولا خر میبینید چون عقلش کمه، همیشه این کره خر جلوی مادرش بپر بپر میکنه. میگو این روایت میگه آقا رعایت کن. ولا تمشی بین یدی ولا تجلس قبله. وقتی با پدر وارد یک مجلس میشی قبل از پدرت نشین روی زمین. یک جایی دیدی سری بری اونجا بشینی، بعد پدرت بیاد اونجا وایسته، یا نه اصلا نه، اگر جا هم حسن هست نباید قبل از پدر بشینی، احترام رعایت کن. یک نکته خیلی قشنگه اینجا میفرماید. بله. میفرماید ولا یتسبب له، میفرماید که کار نکن که مردم برای پدر و مادرت فحش بده. سبب سب و ناسزاگویی برای پدر و مادرت نشو، بلکه سبب دعا شو. مثلا یه الان گوشیش دستشه توی اینستاگرام یک پوستی رو میگذاره، هر کی میبینه میگه هی که برام پدرت مثلا فلان فلان. بله. چرا؟ به خاطر که یک محتوای بی ارزش رو انتشار داده. ولی اگر یک محتوای قشنگ و زیبایی رو منتشر بکنه، مثلا استوری کنه و نمیدونم هر چی که شما میگی توی گروه ها پخش بکنه، هر کسی مطلب قشنگ میخونه میگه آفرین خدا پدرت بیامرزه. اینم یک نکته که امام علیه السلام در این قسمت تبیین فرمودن. خداوند انشاءالله به همه ما کمک کنه. خیلی های ما این مفاهیم رو میدانیم. بله. ولی در مقام عمل کوتاهی میکنیم. میگه یک کسی آمد خدمت یک از علمای بزرگ به بازدی، بعد وزیر بود، آمد خدمت رهبر انقلاب اسلامی ایران، میخواست به دستبوسی ایشون برسه. بله، وزیر. بله. بعد میگه با پدرش آمده بود، از پدر جلوتر وارد شد. وقتی وارد شد گفت ایشون کیان؟ گفت پدرم. گفت خب چرا جلوتر از ایشون وارد شدی؟ درس زندگی و اخلاق را عالمان دین در هر جایی که مناسب ببینند به ما میدن. ان شاء الله که بتونید رعایت کنید. بسیار لطف کردید. سلام علیکم. بسیار تشکر میکنیم از نگاه مهربان شما که از ابتدای برنامه تا این لحظه با ما بود. انشاءالله که خداوند توفیق بده تا در برنامه های بعد هم در خدمت شما عزیزان باشیم. شما رو به خداوند بزرگ و منان بسپاریم و به نگاهتان مشتاق و به دعایتان محتاجیم.